کمک مالی عربستان به لبنان و اعلام آمادگی فرانسه برای حمایت و فروش تسلیحات نظامی به این کشور مهمترین موضوع نخستین روز از سفر فرانسوا اولاند به عربستان بود. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان روز گذشته اعلام کرد که عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به لبنان برای تجهیز ارتش این کشور میپردازد. مبلغی که بیشترین میزان کمک خارجی به ارتش لبنان در تاریخ این کشور است. به گفته میشل سلیمان این کمک امکان خرید سلاحهای جدید و مدرن متناسب با نیازهای ارتش این کشور از فرانسه را فراهم می کند. فرانسوا اولان دیروز در جلسه مطبوعاتی در ریاض در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات میشل سلیمان گفت فرانسه همواره به تجهیز ارتش لبنان کمک کرده است ما به تمام تقاضاهای لبنان برای فروش تسلیحات نظامی پاسخ خواهیم داد چرا که معتقدیم یک پارچگی و تمامیت ارزی این کشور باید مورد احترام قرار گیرد و امنیت آن تضمین شود لبنان که هنوز در حال بازسازی تبعات جنگ های داخلی 15 ساله اش است، این روزها با خشونت های ناشی از جنگ داخلی سوریه در مرزهایش دست و پنجه نرم می و شاهد درگیری های مسلحانه بین طرفداران و مخالفان حکومت سوریه و گاه ترور و بمبگذاری است. ارتش لبنان که از مناقشات فرقه ای و مذهبی دور مانده و تنها واحدی است که می تواند وحدت ملی این کشور را حفظ کند به دلیل کمبود امکانات توانایی مقابله با گروه های شبه نظامی را ندارد این کمک مالی سخاوتمندانه از سوی عربستان سعودی به ارتش لبنان این فرضیه را قوت می بخشد که عربستان در حال تقویت ارتش لبنان در مقابله با حزب الله است که در حال حاضر قدرتمندترین گروه مسلح در لبنان به شمار می رود ریاض همچون پاریس نگران دخالت ایران در لبنان به واسطه حزب الله و خواهان همکاری فعالانه فرانسه در اوضاع لبنان فرانس اولان در این سفر ملک عبدالله اطمینان داد تا تمام تلاشش رو برای حمایت از میشه سلیمان رئیس جمهور لبنان انجام بده سال 2013 که برای فرانس اولان با سفر به امارات متحده عربی شروع شد با سفر به عربستان پایان می‌یابد به نظر می رسد پیام این سفرها آشکار باشد. فرانسه قصد دارد در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس سرمایه گذاری بیشتری کند. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا.